بینندگان برنامه روان سالم، با موضوع استرس در این برنامه با شما هستیم. و اما استرس چیست؟ استرس به مجموعه واکنش‌های عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و غیر منتظره خارجی، یا به عبارتی ساده‌تر، اخلال در سیستم سازگاری و تطبیق بدن آدمی با محیط خارجی تعریف شده است. از دیدگاه این تعریف، هرگاه تعادل و سازگاری ارگانیسم به علت عوامل مخل خارجی از میان می رود، فرد دچار استرس می شود. استرس حالتی است که شما در واکنش به فشار دنیای بیرون، مکتب، دانشگاه، محیط کار، خانواده، دوستان و یا غیره، یا دنیای درون، تمایل به موفقیت، میل به پذیرفته شدن و غیره احساس می کنید. استرس واکنش طبیعی افراد در هر سنی است. استرس از غریزه فرد در محافظت از خیش در برابر فشار عاطفی یا جسمی و مقابله با خطر نشأت می گیرد. در واقع اندکی استرس لازم است. بیشتر ما بدون احساس رقابت نمی توانیم در ورزش، موسیقی، کار و مکتب موفق شده و به کمال برسیم. بدون استرس بیشتر ما پروژه ها یا کارهای خود را به موقع به پایان نخواهیم رسانید. ممکن است والدین شما دائم در حال مشاجره باشند و یا زندگی اجتماعی شما نابسامان و آشفته باشد. همچنین ممکن است زمانی که خود را تحت فشار قرار می دهید، مانند فشار جهت گرفتن نمرات خوب یا ارتقا در کار، احساس بدی پیدا کنید. یک واکنش عمومی به استرس انتقاد از خیش است. حتی ممکن است آنقدر احساس ناراحتی بکنید که هیچ چیز دلخوش کننده ای در زندگی نیابید و زندگی کاملا بی‌رحم و خشن به نظر بیاید. زمانی که در چنین وضعی قرار گرفته اید، ممکن است به سادگی فکر کنید که قادر به تغییر چیزی نیستید. اما چنین چیزی نیست و هنوز می توانید خیلی چیزها را عوض کنید. نشانه های وجود استرس عبارتند از احساس افسردگی، بدخلقی، گناه، خستگی، سردرد، دلدرد، اختلال خواب، خندیدن و گریه کردن بیدلیل، سرزنش کردن دیگران به خاطر چیزهای ناخوشایندی که برایتان اتفاق میافتد، فقط جنبه منفی چیزها را دیدن، احساس اینکه چیزهایی که قبلا برای شما جالب و سرگرم کننده بودند و دیگر جذابیت خود را از دست دادند و بیشتر باری هستند که بر شما تحمیل می شوند و انزجار از آدمها یا مسئولیتهایتان می باشد. اما شیوه های مفید در مبارزه با استرس چیست؟ خوردن غذای متعادل به صورت منظم، کم کردن مصرف چای و قهوه و نوشیدنی های کافئین دار، خواب کافی و تمرینات منظم ورزشی از جمله شیوه های مفید در مبارزه با استرس است. گرچه شما همیشه نمی توانید چیزهای تنش‌زا را کنترل کنید، اما می توانید واکنش خود را در برابر آنها تحت کنترل درآورید. احساس شما درباره چیزها نتیجه که طرز تفکر شما درباره آنهاست. اگر بتوانید شیوه تفکر خود را تغییر دهید، خواهید توانست احساس خیش را نیز تغییر دهید. برای کنار آمدن با استرس، این موارد را مد نظر قرار دهید. فهرستی از چیزهای تنش‌زا را تهیه کنید. دوستان، خانواده، مدرسه و سایر فعالیت‌ها را در نظر بگیرید. بپذیرید که نمی‌توانید هر چیزی را که در فهرستتان آورده‌اید کنترل کنید. دو، مواردی را که می توانید تحت کنترل درآورید. برای مثال اگر زیاد کار می کنید و فرصتی برای مطالعه ندارید، با رئیستان درباره کاهش ساعات کار صحبت کنید. 3. به خودتان استراحت بدهید. به خاطر داشته باشید که همیشه نمی توانید همه را از خود راضی نگه دارید و خطا کردن امری جایز است. 4. خودتان را به انجام چیزهایی که نمی توانید و یا نمی خواهید انجام دهید مجبور نکنید. اگر سرتان زیادی شلوغ است، در مورد کمک به خواهرتان برای چیدن اسباب‌های خانه‌اش قول ندهید. اگر خسته هستید و توان بیرون رفتن ندارید، به دوستتان بگویید که برای شب دیگری قرار خواهید گذاشت. 5. کسی را برای صحبت کردن پیدا کنید. صحبت با دوستان و خانواده کمک کننده خواهد بود، چرا که امکان بیان احساساتتان را به شما می دهد. اما ممکن است مشکلات خانوادگی یا اجتماعی شما دشوارتر از آن باشد که بتوان در موردشان بحث کرد. اگر احساس می کنید که نمی توانید با خانواده و یا دوستان راحت درباره مشکلتان صحبت کنید، با یک نفر خارج از این مجموعه صحبت کنید. این فرد می تواند روحانی، مشاور و یا پزشک خانواده باشد.
احساس غم، اندوه و بی‌علاقگی به کارهای روزمره برای بیشتر از یک ماه بدون دلیل واضح ممکن علامت بیماری افسردگی باشد. ذکر چند نکته در مورد استرس و فشار عصبی ضروری به نظر می‌رسد. استرس همواره به علت عوامل ناخوشایند و نامطلوب در فرد به وجود نمی‌آید. یک مژده بسیار مسرت‌بخش و موفقیت غیرمنتظره در یک مسابقه بزرگ نیز می‌تواند برای فرد ایجاد استرس کند. به همان گونه که یک خبر ناگوار و یک تسلیت ناگهانی نیز چنین است. استرس را لزوماً نباید به عنوان یک پدیده منفی در نظر بگیریم. میزانی مشخص از استرس که برای فرد سازنده و محرک باشد استرس مفید است و نباید از آن هراس داشت. آنچه باید کنترل و با آن مقابله شود استرس های مضر و مخل است. استرس به مفهوم اضطراب نیست، زیرا اضطراب جنبه روانی دارد و در حالی که استرس صرفاً حالتی روانی نیست و جنبه روانتنی دارد. و اما نظر خود شما در رابطه با استرس چیست؟ با هم میبینیم. استرس تعابیر زیادی داره، در حد عامیانه اگه بگم یک ترسه، علمی خواستشون صحبت بکنه یک فوبی خاصی هسته. ترواره از کودکی هم میتونه داشته باشه و کماکان که همیجور رشد و نمو پیدا میکنه، خب در این رشد و نمو هم استرس ها ایجاد میشه. از یادگیری هایی که از اطراف و از محیط به دست میاره استرس هم لابلای همونها یادگیری میشه به طبیعی. خب بسیار عالی. شخص خود شما تا حال شده که در زندگی استرس تجربه کنه؟ 100%. فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشه که استرس رو نکنه. یک بازیکن فوتبال بسیار بسیار خوبی هست، بعد موقعی که در مسابقات فینال یا جیمنازیوم پر از جمعیت قرار میگیره استرس میگیره، بازی رو کاهش پیدا میکنه. یک نفر دیگه نه، در همون بازی چون که 4 نفر دارن رو نگاه میکنن اتفاقا بازی رو بهتر میشه. یعنی جلو 4 نفر یکی غالب بر استرس هست، یکی نه مغلوب بر استرس هست. این نفر مایه سخنرانی انجام بده جلو 1000 نفر 2000 نفر خیلی با شادی و با خنده و با ملاحت صورت میگیره سخنرانی، یک نفر دیگه نه جلو 4 نفر مایه سوال بکنه صدای سکته ایجاد میشه. اینا بر حسب استرس های کوچکی که او شخص فائق آمده بر او استرس کاملا نابود شده و الان جلو 10000 نفر هم حرف میزنه. خیلی عالی. استرس او شخص هم دیشته در اوایل در اوان سخنرانی در عوام فوتبال خود استرس تجربه کرده، ولی خب پشتبند یکی یکی برطرف کرده و الان فائق شده، غالب شده و استرس کاملا درمان شده هست. خیلی درمان شده هست. فقط بعد یک مقداری دوستانی که استرس های زیادی دارن پیش متخصصین برن، خیلی راحت میشن، بی نهایت راحت میشن. اینکه من نمیتونم جلو 4 نفر حرف بزنم، عقیده رو دارم ها، ایده رو دارم، ولی خب نمیتونم جلو 4 نفر حرف بزنم. وقتی که از 4 نفر دو میشم سوار موتور، باسکل، موتر، هر چی که در تنهایی خود خو خلوت میکنم، ای کاش یه حرف من میزدم. استاد سر سین سوال میکنه، من بلدم، جرئت ندارم دست خور بالا ببرم. خب اینا باعث میشه که من از جامعه و از پیشرفت باز بمونم. چرا؟ چون اگه استرس کوچیکی مرد داره اذیت میکنه. استرس دیگه میتونه هر چیزی که باشه، بم داخل اجتماع، از کار گرفته، از زندگی، از کار روزمره، همینا همه خودی استرسه. میای بده کن خب فروشا دشته بشی نداشته بشی، جنسی که میاری آیا بتونی بفروشی نتونی بفروشی، حتی به خود تیاره سوار شدن بعضی وقتا استرس. خود من شخصا بعضی وقتا به تیاره که سوار مون باشم استرس میگیره. دیگه عناوین گوناگونی داره استرس. استرس به معنای هزینه که به حساب هم وحشت، هم به حساب ترس و هم دیگه چیزای بزرگ پیش میه به انسان ها. خب فکر میکنیم که بیشتر در چی مواقع استرس به وجود میاد و اگر انسان دچار استرس بشه چی تأثیرات روی وجود انسان میگذاره؟ این که به حساب از اینه که اگر خود همه به حساب روی آدم و همه حساب بدن وقتی که ضعیفه، این استرس هم برای آدم رخ میده. به حساب هم از خون پا و از به حساب از دست و از اون هم رویت و از اون همگی و برای آدم پیش میاد. این میشه استرس به حسابی که شما گفته. خب فکر میکنم این استرس اصلا
در وجود انسان باشه خوبه یا نباشه؟ ای که نباشه بیتره، چون حال انسان ها بیشتر همه حساب از اینا آروم نیه، حساب اینا به کل مشغول شده، چون از بابت رویی و جسمی و به حساب چیزی ها که داره، همه به حساب چیه که داره، بیکری ها و حساب رنج و فکر و چرد و مشکلات زندگی میشه گفت. ولی ها ای بری از اوی استرس پیش میه، در غیر از اوی نه، اگر کسی که بطانشی کنه نمیه پیش نه. خب تا حال خود شما مسلمان استرس حس کردین، تجربه کردین، میشه که یک خاطری از اموی استرس خوبه ما بگیم؟ حالا یک دفعه همون تو شبو شدک ها بری از این شد که من یک کار دیشتم با عجله و اینا، همین تو به حساب من وحشت گرفتم، من استرس به من رخ داد، در غیر دیگه ایشه. همون لحظه که همین کار انجام دادیم با وحشت و با استرس، آیا تبعاتی هم روی خود تأثیری هم روی کار شما دیشت؟ بله، او که 100% تأثیر میگذاره. چه تأثیری بودش؟ تأثیر از این مقداره که حساب همین کاری که میکنیم، همین که چی میکنیم، او برای تأثیر برای رویی و اینا میکنه. بله. استرس کلان یک چیزیه که به جون یک نفر وقتی میفته که در یک جای خاصی قرار داشته باشه، دیگه باعث بشه مراقب باشه که خرابکاری نکنه، یک کار خراب نشه، اینها همین چیزایی. فکر میکنیم که در وجود انسان چی تغییراتی میه وقتی که دچار استرس میشه؟ همین تغییرات که حالا در ما وجود آمده. خب همین تغییرات بریم از همون بگیم که چی تغییراتی میشه؟ معمولا اولین کاری که میشه کف دست عرق میکنه، دیگه یک تپ تپ زیادتری به قلب وجود میایه. بله، دیگه باعث میشه که کنترل خواهد دست بده، مسلط نباشه. فکر میکنه به نظر شما بره رفع می استرس چی چیزای نیازه؟ خب خیلی مطالب های زیادی خوند، دیدم به گوگل، به آموزش های بوده دیدم، که یکی از راه اینه که اول باید نفس عمیق بکشیم، دیگه اگر آب سرد چیزی باشه دست صورت شوشته بشه قبل از زود، بیشترین رول همون نفس عمیق کشیدن و با مبارزه رفتن به او موضوع، همون بله همون چیز هست. معمولا بیشترین چیز جایی که کس نمایه که یک خرابکاری بشه، مثل مصاحبه، ملاقات با کسی، حتی امتحان کنکوری، بعضی خیلی چیزا مثل ملاقات یک زن و شوهر با هم دفعه اول که دارن، حال مد شده این روزا دیگه، خیلی چیزا فقط مهم باشه برای کس، مهم باشه که خرابکاری نشه، برعکس استرس به وجود میای و اگر کنترل نکنن خرابم میشه. خب فکر میکنین که همه وجود استرس در بدن انسان میتونه گاهی اوقات به نفع از او تمام بشه؟ نه، استرس یک بیماری موقتیه که به جون یک نفر میافته، یک مرض، یک درد بدیه، ولی چیز خوبی هم نیه. دیگه کلن میفهمین همین استرس که هست وقتی به وجود میاد که کلن چیز مهم میباشه وقتی، و یکی دیگه نظر خود میگه که همین کسی که اجتماعی باشه، عمومی باشه، او ایش وقت استرس در خود خوب وجود نمیاره. اگر که یک کسی قبل تمرین کرده باشه در طول زندگی، خب جای عمومی باشه، گوشه‌گیر نباشه، بین مردم باشه، استرس کمتر تسلط داره. پس میگین که با تمرین میشه که استرس از بین بره؟ بله، با تمرین میشه و در اجتماع بودن. میتونه استرس منفی باشه یا مثبت؟ مثبت خودخورم داره. من کار بدی انجام نمیدم، چرا استرس از این دارم؟ نکنه هیچقام مرد دعوا کنن. کار بد را انجام میدم نمیدم به خاطر از اینکه نکنه پیش مردم منفور جامعه واقع باشم، این استرس خوبه. پس به نحوی میشه گفت که یک زنگ هشداری برای زنگ هشدار هست، یعنی یک مقدار عوامل اجتماعی داره که باز به حال عزیزان هستن تا مسائل اجتماعی بیشتر داخلن، زیستی داره، یک بحث فردی داره. در بحث فردی خودم بهتره که برای استرس غالب باشم و پیشرفت خودش باشم. بحث مسائل اجتماعی یا که پیش وجدان خود خودم ناراحت باشم، این باز خوبه، استرس خوبه که بیای. چرا یک نفر اذیت میکنی فردا اذیت نمیکنه میری؟ چرا؟ چون فردا روز مر وجدان درد میگیره که چرا همچی کاری کردی. پس بخاطر همون دزدی نمیکنه شخصی، به خاطر همه که فردا منفور جامعه نشه، استرس رو نگیره. خیلی از مسائل اینا خوبه، شرم، حیا،
اینا زیر مجموعه یا همجوار استرس هست. اینا خیلی خیلی خوبه، یعنی هم جنبه خوب ترس خیلی خوبه. من اگه نترسم بچه ها خورد اول که نمیترسن، یعنی شاید به مارم دست بزنن. بعضی موقع هم شنیدین نفهم مارم یکی دو نفر مثلا به دهان خو کردن، عکسای هست، چون اینا از هنوز ترس و تجربه نکردن. احتمالی هست اگه جلوی شیرم به سایه شیری هم باشه برم و خود از اون بازی کنم، ولی خب شیره نمیفهمه. به هر حال ترسم هم خوبه هم بده، استرس هم خوبه هم بده. بستگی داره که اگه جلوی پیشرفت رو بگیره بده، اگه نه جلوی یک مقدار وجدان و انسانیت هم داره قوی میکنه. خب هاکزا خیلی هم عالی. با استفاده از مواد نشاور زندگی درخشان خود و خانواده تان را مختل نسازید. وجود آورنده استرس را می توانیم به دو دسته عوامل فردی و گروهی تقسیم کنیم. عوامل به وجود آورنده استرس فردی حاصل خصوصیات و ویژگی های فردی و همچنان عوامل ایجاد کننده استرس گروهی که زائده روابط جمعی هستند. از آنجایی که مسائل استرس ابتدا به وسیله پزشکان و متخصصان علم طب مورد مطالعه قرار گرفته، بیشتر توجه به علائم فیزیولوژیک معطوف بوده. این علائم مانند تغییر ضربان قلب، تغییر آهنگ تنفس، تغییر فشار خون، سردرد، زخم معده و اختلالات گوارشی، حملات قلبی، اختلال در سوخت ساز بدن و غیره می باشند. به طور کلی نشانه های استرس به گونه های مختلف بروز می کنند. مثلا فردی که دارای استرس بالا است ممکن است فشار خونش افزایش یابد، دچار زخم معده شود، اشتهایش را از دست دهد، دچار تردید شود، عصبانی شود و حالات رفتارهای نابهنجار دیگری از خود بروز می دهد. بدین ترتیب نشانه های استرس فیزیولوژیک، روانی و رفتاری هستند. در ادامه برنامه به خاطر فهمیدن جزئیات بیشتر در رابطه با استرس، مهمانی را در استدیوی برنامه روان سالم با خود داریم. با ما باشید. از بخش گفتگوی برنامه روان سالم با شما صحت دوستان هستیم و در این قسمت از برنامه یک تن دیگه از کارشناسان با خود داریم که کارشناس این برنامه ما آقای عبدالشکور شریفی متولد سال 1352 در داخل ولایت هرات هستند و همچنان فارغ التحصیل رشته طب فاکولته دولتی هرات که در قسمت صحت روانی تخصص خود گرفتن و فعلا وظیفه ایشان به عنوان دکتر در کلینیک صحت روانی شیدایی هست. سلام بر شما دکتر حسین، خوش آمدید. شکر. ضمن عرض سلام به همکارای محترم تلویزیون استقلال و سلام دارم خدمت همشهریان محترم ولایت هرات که فعلا بیننده تلویزیون استقلال هستند. بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردین و ممنون از اینکه با شما هستین همراه با یک تعداد سوالات در رابطه با موضوع برنامه. موضوع این برنامه ما در رابطه با استرس و یا هم که فشار روانی هست و در قدم نخست ما شما می‌خوایم که یک تعریفی از استرس و فشار روانی داشته باشیم که استرس یا فشار روانی چیست؟ بسیار خوب. خود استرس همیشه در جامعه نام ازی برده میشه، هر کس که دچار یک مشکلی هست به زو گفته میشه تو استرس داری، ولی شناخته نشده، خوب واضح نیست که خود استرس چی است. باید بیشتر توضیح داده بشه. خود استرس یک تعریف لغوی هم شما کردین، یعنی فشار روانی. در حقیقت یک نیرو است، یک تنش است، یک فشار است که میتونه بر روی جسم فرد، بر روی ذهن فرد و بر روی روان فرد تاثیر بگذاره و در نتیجه در موقعیت های کری که او زندگی میکنه او را دچار مشکل بسازه. بسیار خوب. آیا ما میتونیم به استرس بگیم که یک فشار روانی هست؟ میتونیم این رو به عنوان یک فشار روانی بشناسیم؟ خود استرس میتونه یک عامل مریضی باشه در بعضی ها، هرچند استرس میتونه یک چیزی بسیار خوبی باشه در بعضی موارد، خصوصا اگر ما در موقعیت های تحصیلی باشیم. خود استرس باعث میشه که ما بتونیم انگیزه بگیریم، بریم درس بهتره بخونیم، آمادگی بهتره بگیریم، از زمان بهتر استفاده بکنیم و وقت خود رو ضایع نکنیم و بیشتر مفید واقع بشیم برای خود و برای آینده خود. و یا کسایی که در موقعیت های کری هستن، فرض کن تجارت میکنن،
اگر استرس کار نباشه، استرس اقتصاد و استرس مالی نباشه، اونا هیچ وقت بر خود زحمت نمیدن که صبح از خانه خود بیرون بشن و برن پشت کار و پشت همون میز کار خود تب و تلاش داشته باشن. پس در این موارد میتونه که ثمر بخش باشه، میتونه مفید باشه. اگر ما نسبت به اولاد خود استرس نداشته باشیم، خوب مشخصه که تعقیب هم نمیکنه که مکتب خود میره آیا نمیره، آیا درس آخر یاد میگیره نمیگیره. این نگرانی ما نسبت به آینده اولاد که باعث میشه که ما بیشتر ایر تعقیب بکنیم، بیشتر نگران از باشیم، بیشتر او را تحت نظر داشته باشیم که میتونه که آینده از او تأمین بشه و تضمین بشه. بنابراین این نقطه از این میتونیم نتیجه خوب بگیریم. ولی استرس میتونه که دو حالت داشته باشه. یک استرس های هستن، استرس های کوچک هستن و که در زندگی روزمره هسته. بعضی استرس های هستن، استرس های بزرگتر هستن. ما باید اولویت بندی بکنیم در زندگی خود. زمان که استرس های کوچک در نزد فرد غیر قابل تحمل بشه، او وقت میتونیم که این زمین ساز یک مریضی روانی بکنیم. بسیار خب، حال همون عواملی که باعث میشه یک انسان به استرس دچار شه کدام ها هست؟ خب به زندگی که فعلا ما شما داریم، در اجتماعی که فعلا زندگی میکنیم، به قول معروف پر از استرس پر از استرس هست و خصوصا از نظر امنیتی فعلا همه ما در استرس هستیم. هرچند مشخص نیه که کی اختطاف میشه، کی تهدید حیات میشه، به کجا یک عمله تیاری اتفاق میفته که این مثلا مشخص نیه. ولی همه ما چه خورد و چه بزرگ یه استرس داریم که شاید دچار یک ثانیه بشیم، یک دچار یک واقعه بشیم، چون جو امنیت خوبی نداریم. چنان میتونه که وضعیت اقتصادی خراب مردم یک عامل استرس باشه که یک کارگر سرگذر بیرون میشه به خاطر کار، نگرانی ازی داره که امروز کار خواهد کردم یا نخواهد کردم، امروز لقمه نان به خانه خود خواهد بردم یا نخواهد بردم. این خودش میتونه یک زمینه ساز استرس باشه. هرچند به ظاهر خود خود فرد شاد نشون میده، ولی میتونه که او زمینه ساز مریضی باشه. یا فرض کنیم کسایی که زمینه تاثیر از اینا امتحان کنکور نتیجه نمیگیرن، بی نتیجه میشن، بی سرنوشت میشن، یک سال تمام باید که انتظار بکشن که سال بعدی چی خواهد شد. او هم میتونه که نگرانی بسیار عظیمی نسبت به آینده چی خواهد شد، چی نخواهد شد میتونه باشه. یا بعضی ها استرس ازدواج دارن، من ازدواج میکنم، انتخاب من چگونه خواهد بود، آیا کسی که با من ازدواج میکنه هم سفر خوبی خواهد بود، سازش خوبی با او خواهد داشتم، آیا خاطر نیستم که این بار زندگی رو تا آخر با او ببرم یا نبرم. اگر دخترها در انتخاب خود چون زمینه مساعد ندارن، اونا شاید استرس های بیشتر دارید داشته باشن، چون جوان ها هستن، بعضا گرایش به مسیرهای غلط دارن که جوان خوبی باشه یا نباشه. اینا میتونه که بیشتر اونا رو درگیری های زینه زینا رو بیشتر بسازه. و در اینجا بیشتر باید که دیگه مسائل دیگه هم میتونه باشه، مسائل مالی هم که بیشتر بحث کردیم، مسائل اقتصادی، مسائل انتخاب وظیفه و شغل. کسایی که بیکار هستن، کار ندارن، میتونه که اونا هم در قسمت مسائل زمینه ساز استرس بزرگ. بسیار خب، این موضوعاتی که شما ذکر کردین عوامل به وجود آمدن استرس در یک انسان بود، اما وقتی که یک شخص استرس داشته باشه، فشار روانی داشته باشه، توسط چه آثار و علائمی ما میتونیم همین فشار روانی را در بدن او یا در وجود یک انسان تشخیص بدیم؟ بسیار خب، هرچند هیچ کس از ابتدا شاید دچار مریضی های نباشه، تا زمانی که مسئولیت های بیشتر میشه در اجتماع، یا خود به عنوان یک مرد پا به عرصه اجتماع میگذاره، یا به عنوان یک فرد از اجتماع میخواد شروع به فعالیت بکنه، وقتی که در مسیر از او همچین فشارهایی که بیشتر ذکر کردیم مواجه میشه، دچار یک سلسله مشکلات میشه که این آثار استرس میتونه به چند سبک باشه. یک آثار جسمی داریم. از نظر جسمی بعضی آخر شکایت دارن که مشکل میدوی پیدا میکنن، یعنی آفت میدوی پیدا میکنن، حتی در بعضی موارد تذکر یافته که سربخوردگی های پی هم نشانه امو آثار استرسه.
یا کسایی هستن که بی‌اشتهای شدید پیدا میکنن، کسایی هستن کاهش وزن پیدا میکنن، دردهای جسمی پیدا میکنن، بی‌حسی در اعضا و عضلات خود پیدا میکنن، حتی در قسمت افزایش ضربان قلب یا کاهش ضربان قلب، حالت گیچی، حالت منگی، حالت فلج در بعض مورد احساس میکنن، در نظر پیدا میشه موقتی. اینا همه جمله علائم جسمی است که در نظر فرد ایجاد میشه، ولی اگر در صورت عوامل عصبی از او یا روانیزی بحث بکنیم، چون پیشتر گفتیم که خود استرس یک عامل مریضی بوده میتونه، خود استرس اگه مریضی نیسته ولی عامل است، میتونه یک شخص دچار استراب بشه، استرس موجب میشه که نگرانی پیشرفت کنه، دچار استراب بشه. و باز استراب وسیعه و کتگوری های بسیار دیگه هم داره، و یا اینکه فرد دچار افسردگی بشه و همو گوشه‌گیری پیشه بکنه یا علائم افسردگی در نظر تحسس بکنه. و در مرحله اخیر که از مسائل جسمی و روانی میگذاریم، اختلالات رفتاری در نظر فرد ایجاد میشه، و این که فرد به خاطر رفع استرس خود، به خاطر رفع پریشانی خود، به خاطر آرامش خود، به خاطر که از این جو و نگرانی های روانی که در نظر ایجاد شده فرار بکنه، میره به مواد مخدر رو میاره یا استفاده از بعضی وسایل تفریحی، فرض کنیم چلیمای میوه‌گی استفاده میکنن جوان‌ها، یا سیگار استفاده میکنن، یا مشروب میخورن، یا دیگه مواد مخدر از او بالاتر استفاده میکنن. اینا نشان میده که این فرد قبل از او دچار بعضی از مشکلات استرس بوده، ولی رفته رفته وقتی که تحسس کرده در او شدت از پیشرفت پیدا کرده، این شخص به طرف مشکلات روانی و جسمی بکشنده، با خاطر از این درگیری های اختلالات رفتارهای اجتماعی در نظر وجود. خب با این حال آیا مهارت هایی وجود دارن برای اینکه شخص اونا رو کسب کنه و خود در مقابل خود فشارهای روانی وقایع بسازه؟ خب خوشحال هستم که اینجا هستم و کوشش میکنم که بیشتر کسایی که همچین شکایت هایی دارن بیشتر از این تلاش نکنن که دواهای بیمورید بخورن و به خاطر رفع دردهای جسمی باشه یا اختلالات روانی خود. میتونم که به مراکز در قسمت راهنمایی از اونا وجود داره، خصوصا بخش ساعت روانی یا دکترهای ساعت روانی یا مشاورین در بخش ساعت روانی مراجعه بکنن، و تا باشه که در صورت که استرس در نظر اونا تحسس کرده باشه یا فوت روانی دارن، به اونا کمک بشه. بله، یک سلسل راکارهای وجود داره، البته راکارهایی که توسط مشاور بزنا مرحله به مرحله توضیح داده میشه. هرچند شاید به ذهن بعضی ها سوال خلق بشه که آیا خود استرس با دوام درمان میشه یا نمیشه. خب دوا یک بحث جداگانه که شاید اگر نیاز باشه میشه روزی باز بعدن بحث بکنیم. در قسمت راکارهایی که داده میشه، گفته میشه کسایی که دچار استرس هستن، هرچند در صورت که توکل با خدا قدم بردارن، همیشه با خدا باشن، ذکر نام خدا رو به زبان داشته باشن، اعتماد به نفس خود کوشش کنن، تقویت ببخشن. یک راکار اینه که همیشه در قسمت اعتماد به نفس خود بیشتر تلاش بکنن. کسایی که ناامید هستن یا فکر میکنن فرد ضعیفی هستن، اینا زودتر دچار آسیب میشن. و دومی که تشویق به اینه که کسایی که دچار استرس هستن به ورزش رو بیارن، ورزش های صبحگاهی در طول روز میتونه که سیستم بدن کم فعالتر بسازه، خونریزی مغز خوب بسازه، و عواملی که استرس باعث رکود بعضی از مواد ضروری در مغز شده، و این ورزش میتونه که او رو پس مرفوع بسازه، فرد میتونه فرد فعال بشه و متنیدگی های یا فشار های روانی از خود دور بسازه. یا اینکه متاسفانه برنامه تفریحی خیلی بی‌نهایت زیاد شده به خانواده ها، تا نیمه های شب میشینن تلویزیون میبینن یا گیم بازی میکنن جوان ها، یا دیگه برنامه تفریحی دارن یا به اینترنت و فیسبوک و چیزا مشغولن. و سیکل خواب به هم نزنین، اگه ما سیکل 24 ساعته خواب او رو درجه بندی بکنیم، خواب نرمال داشته باشیم به صورت نرمال، یک فرد نرمال باید
7 ساعت میتونه تا 9 ساعت تا بیشتر، بعضی خیلی پرخوابم اضافه از 9 ساعت تا 12 ساعت هم میخوابم که او خیلی مفید نمیتونه باشه. 7 ساعت در کل خوبه بخاطر رفع خستگی های جسمی و روانی که در طول روز ایجاد میشه. و سرخیزی خیلی مفیده، اما در اسلام تاکید شده که سر بخیزیم، چشم شما به سبزه بفته و بدون بریم هوای تازه استنشاق بکنیم، اکسیژن بیشتر رو بگیریم. برخستن سحر باعث میشه که خوابی که ما از طرف صبح داریم خوابی که انرژی زایه، انرژی گیرنده نیه، یعنی ما خواب رویایه، در تخیلات غرق هستیم و بیشتر مثل آلت بیداری بدن ما کار میکنه. پس چی بهتر که صبح سحر وقت بخزیم که از خوابهای رویا و خوابهای هراسناک به دور بشیم و ما بتونه در قسمت سالم بدن ذهن ما بیشتر کار بشه. و اینکه ما در قسمت پلانهای کاری که در طول زندگی خود داریم باید که کار امروز به سبا نگذاریم. وقتی بارها کارها بالای هم زیاد میشه و سنگین میشه، این باعث میشه که پریشانی ما یا استرس ما و مسئله فشار بالای روان ما بیشتر میشه که من این کار خود کدوم جلوتر بکنم. اولویت بندی در کارها خیلی شرط مهمیه که ما کار مهمتر رو زودتر انجام بدیم و کارهایی که مهم نیه رو میتونیم بعدا انجام بدیم. فرض کنیم ما اگر پلان به خاطر امتحان فردا داریم، ما نیاز نیه که امتحان پس فردا رو آمادگی بگیریم، باز فردا رو بخونیم. اگر پس فردا رو بخونیم و به عنوان از اینکه ما آمادگی در ساخه میگیریم، پس بیشتر ما فشار استرس ما بیشتر میشه. یا اینکه وقتی که ما دچار محیط های پر استرس میشیم، مشکلات جسمی، فرض کن افزایش ضربان قلب، مشکلات دیگه برای ما ایجاد میشه، بعض رفتارهای به نام ریلکسیشن یا استراحت میتونیم داشته باشیم که نفسهای عمیقی بکشیم، به یک شماره نفس میکشیم، 4 شماره نفس در سینه قید میکنیم، به 2 شماره پس تخلیه میکنیم، دم و بازدم. این باعث میشه که همون حالت نگرانی، ترس، لرز، دلهوره، لرزه که در نزد ما تحساس کرده او احساس کاهش پیدا بکنه، باعث میشه که ما دوباره پس امو حالت خود، موقعیت خود پس به دست بیاریم. دیگه میتونه که راکارهای بیشترتر از این هم وجود داشته باشه. البته این برمیگرده به او که فرد که دچار مریضی هست باید که به مشاور موفق مراجعه بکنه که راهنمایی بیشتر داشته باشه. ولی در صورت که مریضی های همچین مشکلات افراد دارن، خود ناصر به خود باید دوا استفاده نکنن، تشخیص بشه که در صورت که اختلال روانی تأسس کرده باشه یا استراب شدید باشه یا دچار افسردگی شدید دلیل استرس در نزد فرد باشه، او وقت میتونه که دکتر به تو تجویز دوایی داشته باشه، یک سیکل درمانی داشته باشه تحت مشاوره و درمان دارویی، میتونه که اما مریض ما انشاءالله بهبود پیدا بکنه و دوباره پس به اجتماع برگرده. بسیار تشکر از اینکه به سیدی برنامه روان سالم آمدین و پاسخگوی سوالاتون بودین. تشکر از شما که برای ما وقت دادین که لحظه در حضور شما باشیم. بسیار تشکر. صمیمیت، همدردی و گوش دادن به سخنان مریضان شدت اعراض روانی آنان را کاهش می‌دهد. و حال می‌پردازیم به هر یک از نشانه‌های استرس که فیزیولوژیک، روانی و رفتاری هستند. اگر علائم فیزیولوژیک استرس را خواسته باشین بررسی کنین، باید گفت که در تحقیقات اولیه در زمینه فشار عصبی، تظاهرات ناشی از استرس علامت سازگاری عمومی نامگذاری شدند. فشارهای سازگاری عمومی شامل 3 مرحله هستند. مرحله اول واکنش هشدار دهنده که عبارت از زمانی است که ارگانیسم در مواجهه با عامل ایجاد کننده استرس از خود واکنش نشان میدهد. افزایش ضربان قلب، تغییر فشار خون، حساسیت از واکنش هایی هستند که در مرحله اول وجود می آید. مرحله دوم عبارت از مرحله مقاومت است که اگر فرد دچار شک شدید ناشی از استرس شده باشد، با استفاده از سازگارهای دفاعی بدن به مقاومت در برابر استرس می‌پردازد و بر آن غلبه می‌کند. و اما مرحله سوم مرحله تحلیل رفتگی است. مرحله تحلیل رفتن و از همگسیختگی عصبی و خستگی مفرط است. این مرحله زمانی به وقوع می‌پیوندد که تمامی انرژی سازگاری مصرف شود و اصطلاحاً بیماری سازگاری به وجود می‌آید.
نشانه‌های روانی فشار عصبی ممکن است به صورت عصبانیت، اضطراب و دلشوره، افسردگی، عصبی شدن، حساسیت، تنش و احساس ملامت و بیهودگی ظاهر شوند. اثر این عوامل بر روحیه و حالت روحی کارکنان مخرب است و موجب از دست دادن اعتماد به نفس در آنها و کاهش عملکرد آنها می شود. کسانی که نشانه های روانی فشار عصبی را از خود بروز می دهند و نسبت به مسائل اطراف خیش بی تفاوت شده و از سرپرستان و مقامات بالای خود رنجیده خاطرند، قدرت تمرکز حواس و تصمیم گیری ندارند و از شغل خود احساس رضایت نمی کنند. نشانه های رفتاری فشار عصبی ممکن است به صورت بیخوابی، کم غذایی یا برعکس، اشتهای کاذب به غذا و افراط در خوردن آن، افزایش تعداد سیگار، شتاب زدگی در سخن گفتن و تعجیل و بیقراری در انجام دادن امور بروز کنند. در محیط کار آثار رفتاری فشار عصبی به صورت تأخیر، غیرحاضری، تعارض، ترک حرفه، بی‌علاقگی به کار و مانند اینها دیده می شود. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به ادامه برنامه روان سالم. در مکتب متوسطه محله عرب ها هستیم. میریم که ببینیم روند مسابقه به چه صورت پیش میره. خب با سلام مجدد به ادامه برنامه خوش آمدید. به صنف درسی آمدیم که ببینیم دخترها در این زمینه چقدر آمادگی گرفتند. دخترها آماده؟ بله. خب پیشنهاد کنین خود شما که سوال اول از کدوم نفر بپرسم. هر کس آماده دست بالا کنه. خب اینا دست خود تر بالا کردن. اول خود رو معرفی کنه برمو. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من است مهتاب ولد آقا محمد، صنف هفتم، متعلم صنف هفتم با مهتاب خانم. درسته؟ خب مهتاب خانم در مورد خود مسابقه چقدر اطلاعات داری؟ 100% اطلاعات خوبی دارم، خیلی درسم بخوندم. در مورد افسردگی هم چیزی میدونی؟ میتونی افسردگی بریم معرفی کنی؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. افسردگی یه خلق رنکینگ بیش از 2 هفته افسردگی از جدان کنه به نام افسردگی یاد میکنه. بسیار عالی، تشویق کنیم اینا. من یک جایزه هم برای شما اختصاص یافته که این جایزه رو بدم دست شما. یک تشویق مجدد. خب دخترها سوال بعدی را از کی بپرسم؟ 4 نفر؟ بقیه آماده نی؟ خب اول که خود رو برای ما معرفی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سونیا رحمانی هست و متعلم صنف 9. سونیا خانم، سونیا خانم در مورد خود افسردگی های اطلاعات داره؟ بله. خب چند نوع افسردگی ما داریم؟ 3 نوع میباشه، یک افسردگی خفیف، یکی شدید و یکی دیگه هم متوسط. درسته. شما میتونین که افسردگی شدید داریم برای ما توضیح بیشتر بدین؟ افسردگی شدید نسبت به افسردگی خفیف خیلی بیشتر نمیشه. خب مشکل نداره که اگر مشکل دارین سوال بعدی را از شما بپرسم. صحت روانی رو برای ما تعریف کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. صحت روانی، صحت روانی صحت طبق تعریف سازمان جهانی صحت عبارت است. اشکال نداره. دوست ما نتونستن در این سوال کامیاب باشن، یک سوال دیگر از یک دوست دیگه بپرسن. شما میتونید بشینید. خب همینطور که دیدیم دوست ما نتونستن جواب بدن. یک کسی هست که بره ما بگه که علت از اینکه چرا نتونستن دوست ما جواب بدن چی بود؟ به غیر از شما، شما گفتین. شما بگید. اولی معرفی بکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. وحید رحیمی هستم و متعلم صف هفتم. دلیل از اینکه اینا نتونستن این سوال رو جواب بدن به نظر شما چی بود؟ به خاطر که دوست ما اضطراب داشته. دقیقا. خب اضطراب میتونه برای ما تعریف کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اضطراب عوامل طبیعی است که هر انسان در مراحل زندگی خوب با او روبرو می شود. اینکه در مقابل اشیای که مقابل اضطراب انسان می شود باید در آن کارهای را انجام دهد. چه کارهایی مثلا؟ باید از خود دفاع کنه و نباید اضطراب داشته باشه و غیره. خب تا حدودی سوال از اینا، جواب از اینا درست بود. یک هدیه برای از اینا اهدا میشه. یک تشویق بکنید. خب میتونید تشویق کنید. خب سوال بعدی در مورد مواد مخدره.
از اینا بپرسه. ما از شما میخواییم که مواد مخدر برای ما تعریف کنه. مواد مخدر، مواد هست که انسان ها نباید به آن دچار شود. مواد مخدر که مواد مخدر کسی که مواد مخدر بکشد به زندگی او زیاد مشکلات های زیاد برخوردار میشود و قصد خودکشی هم میکند. یک تعریف دیگه هم میتونید داشته باشین از مواد مخدر به طوری که من بفهمم چی گفتید؟ مواد مخدر از یک اشکال نداره. با سوال دیگه از شما بپرسم، کسی هست که به طور کامل مواد مخدر برای ما بگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مریم نایبی هستم، متعلم صنف 7 الف. اعتیاد وابستگی به ماده مخدر و ناتوانی در تنگ را میگویند که باعث اختلال در مغز و شعور در افراد میگردد. بسیار عالی، از شما ممنون. یک تشویقی بکنیم دوست خوب. این خدمت شما، تبریک میگم برای شما. یک تشویقی مجدد بکنید. خب یک سوال دیگه از دخترها میپرسم. یک سوال خیلی آسان، چند نوع عقب ماندگی داریم ما؟ عقب ماندگی ذهنی شما که گفتین دیگه. بسیار عالی. شما اول خودتون معرفی کنیم بریم. به نام خدا سمیه عربزاده هستن، یک تن از شاگردان مکتب متوسطه محل عربا. سمیه خانم صنف چنده؟ صنف 9 معلف. بسیار عالی. در مورد عقب ماندگی ذهنی میشه که بریم توضیح بدیم چند نوع عقب ماندگی داریم ما؟ اول که عقب ماندگی ذهنی، عقب ماندگی که در بین اطفال که هوش و ذکاوت نظر به دیگر اطفال ها کمتره و ما چهار نوع عقب ماندگی داریم: عقب ماندگی خفیف، شدید، متوسط و عقب ماندگی ذهنی خیلی شدید. بسیار عالی، خیلی کامل توضیح دادن. به به، من یک هدیه که از طرف برنامه برای شما اختصاص یافته من برای شما تقدیم میکنم. خدمت شما. خب هدیه چهارم هم که اختصاص داده شد به دوست شما، نفر بعدی که دوست داره هدیه بگیره. خب من همین نفر اول رو میگیرم. میتونی خودتو برام معرفی کنی؟ ممنون میشم. به نام خداوند مهربان و بخشنده و سم رمزی علیزایی، صنف 6 معلف مکتب متوسطه محل عربا. و بسیار علی، صنف 6 هستی؟ بله. خب من دوست دارم یک سوال خیلی آسان از شما بپرسم که صحت روانی برای ما تعریف کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. صحت روانی جزئی از صحت عمومی است که با عمل کردن یا احساس کردن، فکر کردن که شخص مرتبط باشد که بتواند فکر کند، احساس کند و که در زندگی، در خانواده خود، در زندگی خانوادگی خود هیچ مشکلی نداره. غیر از فکر کردن و احساس کردن شامل چه چیزایی میتونه باشه؟ میتونین چند مورد دیگرم بگید؟ فکر کردن، احساس کردن، احساس کردن، فکر کردن و شامل چیز، شامل درد. خب اشکال نداره، جواب از اینا تقریبا کامل بود. ما کادر برای از اینا اهدا میکنیم. یک تشویقی بکنیم دوستان. یم خدمت شما، تبریک میگم برای شما. خب سوال بعدی را از کی بپرسم دخترها؟ از شما بپرسم. من نام خدا بخشنده و مهربان، مریم عظیمی هستم، یک تن از شاگردان مکتب معلم متوسطه محل عربا. مریم خانم صنف چنده؟ صنف 8. میتونین که در مورد عوامل و اسباب بیماری های روانی برای ما توضیح بدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سه نقطه داره که باید هر انسان امو سه نقطه در نظر بگیره. مثلا اول نقطه، سه نقطه مهم. نقطه اول اینه که مثلا هر انسان مثلا مشکلات زندگی روبرو میشه میتونه مشکلات رو به خوبی حل کنه. دوم مثلا مشکلاتی که با دوستا داره، دوستا و همکارا داره میتونه حل کنه. سوم مشکلات در زندگی با فامیل و همکاران مثلا خوشی فراهم کنه و از زندگی خود خود لذت ببره. بسیار عالی، کامل توضیح دادن. یک تشویقی بکنید که من برای خب تحفه ای هم از طرف برنامه برای شما تقدیم میشه به خاطر از اینکه جواب کامل دادید. ممنون. خب سوال بعدی را از کی بپرسم دخترها؟ باشه که از اون نفر اول بپرسم. یک معرفی خود خودشو بشید. به نام خداوند مهربان، نسیمه قفوریان هستم، یکی از متعلمین صنف 8 الف مکتب متوسطه محل عرفا. بسیار عالی. نسیمه خانم در مورد اسباب جنون میتونه برای ما توضیح بده؟ بله، اسباب جنون عفونتی در مغز، صدمات وارد شده به سر، ضربه و یا لطکوب، تب بالا و نوشیدن الکلات و مواد مخدر و یا عوامل ارثی. بسیار عالی، کامل جواب دادن. یک هدیه هم ما برای از اینا تقدیم میکنیم که
تبریک باشه. یک تشویق مجدد. بریم که سوال بعدی را دکتر بپرسیم تا ببینیم ادامه مسابقه به چه صورت پیش میره. کی دیگه حاضره بره سوال ما جواب بده؟ شما خود رو معرفی کنم. من هم خداوند بخشنده مهربان راحل عربزاده هستم، متعلم صف 8 مکتب اول برفا. درسته راحل خانم، گفتین صف 8. بسیار عالی. راحل خانم بیماری روانی رو میتونید برام توضیح بدین؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بیماری روانی جزء بیماری عمومی بوده که به طور عمده به عمل کرده شخص مربوط میباشد. بیماری روانی دیگه کی میتونه توضیح بده بیماری روانی؟ شما خود شما دوباره میگه. شما بگید. به نام خدا بخشنده، اسم پروانه عظیمی، متعلم صنف 6 الف. خب پروانه خانم بیماری روانی چیست؟ این از شما میپرسم. عبارت از بیماری روانی عبارت از بروز اختلال و در مغز میباشد که شامل قابلیت های فکری اساسی و انمی رفتار و گفتارهایش برای مدت طولانی به نسبت به دیگران میباشد. بسیار عالی، جواب کامله. ما یک هدیه هم برای از اینا اختصاص دادیم، یک تشویقی بکنیم. خدمت شما. مسابقه امروز ما در مکتب متوسطه محله عرب‌ها در همینجا به پایان میرسه. همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا می‌سپارم. با ما باشید. کارهای ساده روزمره و فعالیت‌های جسمانی به بهبودی مریضان روانی کمک می‌کند. شاید بهترین شیوه مقابله با فشار عصبی آن باشد که عوامل ایجاد کننده استرس را از میان برداریم و استرس را رفع کنیم. اما در اغلب موارد این امر ممکن نمی باشد و باید به گونه ای با استرس سازگار شویم و عمل آن را بر خود هم نواسازیم و از شدت آن همچنان می توانیم بکاهیم. طریقه هایی که حال بیان می کنم تدابیری هستند که برای مقابله با استرس به طور عمومی پیشنهاد شدند. ورزش و فعالیت‌های بدنی، تسلط بر موفقیت‌ها و شرایط محیطی، احساس صمیمیت و حمایت گروهی، خودخواهی دیگرخواهانه و احساس مفید بودن، روی آوردن به طنز و شوخی و هدفجو بودن. و اما در این قسمت از برنامه می‌بینیم که مشتبه بختیاری همکار خوب ما در این قسمت و در این برنامه در رابطه با کدام ماده غذایی قرار است با ما معلومات بده. با ما باشید. نان‌های سبوس‌دار و انواع نان‌های محلی حاوی ویتامین‌های گروه B به خصوص ویتامین B1 می‌باشد که در سلامت مغز و سلول‌های عصبی بسیار مهم هستند. لذا بهتر است به جای نان‌های سفید مثل لواش از نان‌های سبوس‌دار مثل نان سنگک و انواع غلات با سبوس که حاوی مقادیر بیشتری ویتامین B1 هستند استفاده شود. لازم به ذکر است که استفاده جوش شیرین در پخت نان باعث تخریب ویتامین B1 می شود. استفاده از خمیر مایه برای تهیه نان به جای جوش شیرین در بالا بردن ارزش ویتامین B1 نان بسیار مؤثر می باشد. نان های سبوس‌دار همچنین حاوی مقادیر بیشتری روی هستند. بسیاری از پزشکان تا اوایل دهه 30 قرن 20 سبوس را یک ماده زاید و اضافی که موجب خراش روده بزرگ می شد به حساب می آوردند. اما با پژوهش های جدید در 2 دهه گذشته فواید فراوان نان سبوس‌دار اثبات شد و سبوس به عنوان یک داروی مؤثر طبی برای بیمارانی که همیشه از مسئله یبوس یا اختلالات روده بزرگ رنج می برند شناخته شد. اما استفاده زیاده از حد سبوس جذب کلسیم، آهن و روی را کاهش می دهد و امکان دارد موجب بروز التهاب روده، گاز و نفخ معده شود. همچنان حبوبات نیز حاوی مقادیر قابل توجهی از ویتامین های گروه B مثل B1، B3 و B5 می باشد. کمبود این ویتامین ها باعث کاهش حافظه می شود.
بنابراین گنجاندن مقادیر مناسبی از حبوباتی چون عدس، لوبیا، نخود و دیگر انواع آن میتواند در پیشگیری از کاهش حافظه مؤثر واقع شود. حبوبات از جمله گیاهان پروتئینی هستند که مقدار زیادی پروتئین، کربوهیدرات و مواد معدنی مثل آهن، کلسیم، پتاسیم، مگنزیم و ویتامین ها خصوصا ویتامین های گروه B دارند. در هرم راهنمای غذایی حبوبات جزو گروه گوشت محسوب می شوند، چرا که حبوبات از نظر پروتئین غنی بوده، ارزش پروتئین آنها نسبت به گوشت کمتر است و این کمی ارزش به علت فقدان اسیدهای آمینه گوگردار در این مواد خوراکی است. حبوبات در مقایسه با غلات دارای پروتئینی بین 18 تا 50 درصد است، در حالی که غلات تنها 10 تا 15 درصد پروتئین دارد. پروتئین های حبوبات معمولاً از نظر لیزین غنی بوده و بهترین منابع گیاهی برای تکمیل غلات هستند. بزرگترین نقطه ضعف حبوبات در تغذیه انسان این است که باعث نفخ می شود. حبوبات به دلیل وجود مقدار زیادی قندهای غیر قابل جذب هنگام مصرف می تواند اختلالات گوارشی به ویژه نفخ شکم را ایجاد کند. و باید عوامل استرس زا را در خود شناسایی کنید. چه چیزهایی سبب استرس در شما میشند؟ اولین چیزهایی که معمولاً به نظر ما میرسند وقایعی هستند که ما را عصبانی یا دگرگون میسازند، اما راجع به مسائلی که شما را متاثر میکنند، میترسانند، هیجان زده یا خوشحال میکنند چی میگویید؟ شما حتی ممکن است با افکار، احساسات و انتظاراتتان موجب پیدایش استرس در خود شوید. هر رویداد یا فکری که سبب ایجاد احساسات قوی، منفی یا مثبت گردد میتواند باعث پیدایش استرس شود که حتی گاهی ناشی از جمع شدن وقایع کوچک است. بینندگان عزیز برنامه روان سالم، سپاس که تا این دقایق از برنامه با ما بودید. امید که از محتویات برنامه روان سالم این هفته نیز استفاده مزید کرده باشید. روان سالم به همین جا با پایان میرسد. تا روان سالم دیگر، بدرود. این برنامه از طرف دفتر هیئت معاونت بین المللی پروژه صحت روانی جامعه برای شما تقدیم شد.